نظریه تکامل چیست و چرا این نظریه علمی در جوامع دینی اینقدر بحث‌انگیز و تنش آفرین بوده؟ دیدگاه های متفاوت اندیشمندان مسیحی نسبت به نظریه تکامل چیست؟ و آیا می شود ارتباط و هماهنگی بین نظریه های علمی و حقایق کتاب مقدس برقرار کرد؟ سلام و خوش آمد میگم خدمت شما بینندگان محترم این برنامه از سری علم و ایمان با چهارمین برنامه از سری دوم این مجموعه در خدمت شما هستیم و در حضور دوست عزیزمون جناب کشیش دکتر ساسان توسلی سلام منصور جان سلام میکنم منم به بینندگان عزیز امیدوارم که تا الان این برنامه ها رو دنبال کرده باشید چه سری اول و چه این سری جدید در مبحث علم و ایمان و منم خیلی خوشحالم که میتونیم این صحبت رو با همدیگه ادامه بدیم منصور جان. خب فکر میکنم وقت این رسیده که یک مقداری در مورد واکنش اولیه مسیحیان به نظریه تکامل و آثار داروین بپردازیم ساسان جان عمر من به اون زمان قد نمیده شما بفرمایید که یعنی <تصفیح> <تصفح> <تصفح> شما میخوای بگی سن من اینقدر میخوای ببری بالا آقای منصور خان چرا این این جلسه امروزمون برای من خیلی جلسه مهم و جالب و اینکه خودم هم باید اعتراف کنم صحبت رو که داریم میکنیم خود بندم رو هم ازش خبر نداشت تا اینکه بخوام خودم رو برای این درس ها آماده بکنم. صحبت امروزمون اینه که عکس عمل اولیه مسیحی های زمان داروین هم دوره داروین دهه های بعد از داروین نسبت به نظریه تکامل داروین چی بوده؟ گفتیم بارها گفتیم که بنده که تو جامعه مسیحی آمریکا زندگی میکنم و اینم من باید بگم یه چیزی اولا بنده خودم هنوز وارد این بحثا نشدیم بنده خودم با تکامل داروین خیلی مشکلات دارم خیلی برام سوالات سنگینی هست که این نظریه مطمئن نیستم میتونه جواب بده این سوالات رو صحبت اون اصلا واردش نمیخوایم بشیم فقط داریم میگیم که بلی بالاخره الان مطرح ترین نظریه علمی در زمینه زیستشناسی داستان تکامل داروین هست ولی من خودم تو یه جامعه مسیحی آمریکایی بزرگ شدم که صد در صد مخالف داستان تکامل داروین بود یعنی برای سالیان سال معلمینی که من زیر دستشون درس خوندم خیلی هم دوستشون دارم بهشون احترام میذارم از مخالفین درجه یک تئوری تکامل داروین بودن و اینکه که بنده که تو جامعه مسیحی آمریکا بالاخره زندگی کردم بارها گفتیم اینو تو این برنامه ها که یه چیزی بین ۴۵ تا 50 درصد مسیحی های انجیلی و بشارتی آمریکا عقیده دارن که داستان تکامل کاملا اشتباس و بر ضد کتاب مقدس و کلام خداست خب و شاید خیلی از بینندگان ایرانی ما هم این درک رو دارن این عقیده رو دارن این دیدگاه رو دارن که آقا دو دو تا چهار تا شما وقتی کتاب پیدایش رو میخونید کاملا تناقض داره تضاد داره هیچ ربطی نداره هیچ اصلا مخالفن اصلا کاملا در تناقض هستش با تئوری تکامل دار و ما فکر میکنیم که پس همیشه مسیحیت این دید رو داشته و اونایی هم که این دید رو نداشتن و یه طوری تکامل رو قبول کردن سازشکار بودن، لیبرال بودن، مسیحی آبکی بودن کتاب مقدس رو جدی نمی گرفتن حالا می خواهیم تو این جلسه این صحبت رو باز کنیم که نه مسیحی های اولیه که بسیار هم شهرت دارن به عنوان مسیحی های متعهد به عنوان مسیحیایی که حقانیت کتاب مقدس رو خیلی جدی میگرفتن میخوایم نگاه کنیم که خیلیاشون نه همه ها همه نه ولی خیلی به طور بسیار مثبت برخورد کردن با تکامل داروین پس این صحبت رو میخوایم باز بکنیم که من همیشه برام درسای تاریخی منصور جان خیلی مهم بوده وقتی به تاریخ نگاه میکنیم که من فکر نکنم همیشه در تاریخ همه مثل من فکر کردم مثل من برداشت کردن مثل من تفسیر کردن و اینکه میشه دیدگاه های متفاوتی داشت از یک متنی تفسیرهای متفاوتی داشت عقاید دید... متفاوتی نسبت به این نظریه داشت پس برای من این خودش خیلی جالب بود بفرمایید قبل از اینکه بپردازیم به این فکر می کنم مفید باشه اگر اشاره بکنیم که مخالفان و موافقان داروین از همون ابتدا در هر دو تا کمپ دینی و غیر دینی بودند اینو لطفاً باز کن برای هم دانشمندانی بودند دیندار و هم دانشمندانی غیر دینی و سکولار که بنا به های علمی که اون زمان لحاظ میشد نسبت به تئوری جدید داروین عکس عمل مخالف نشون میدادند هم ای بودند باز از دانشمندان دیندار و سکولار که نسبت بهش موافق بودن و خیلی با استقبال مواجه شد از طرف اونها بله. در این حال گذشته از این دانشمندان در قشری که حالا فرض کنیم میگیم معلمین ای اینجا میگه پاپولارایزرز در آقای الکساندر که میگه که کسانی که این برحال علوم رو برای عموم مردم قابل دسترسی میکردن خیلی ها باز با استقبال با روی خوش به این نظریه داروین رجوع کردن ای بودن از مسیحیان دیندار که اون رو اتفاقا دلیلی بر مدعاها یا پیشورزهای دینی خودشون میدونستن و خیلی سریع اون رو ادابت کردن به کار بردن تطبیق دادن با باورهاشون پس یعنی این موافقت و مخالفت از اون اول در هر دو جبهه دیده میشه منتها حالا اون مسیحیان متحدی که شما میفرمایید چطور عکس العمل نشون دادن فکر می‌کنم جالب نه این اینو اولا خیلی ممنونم اینو گفتی من چون نمی‌خوایم وارد نقد‌های علمی تکامل داروین بشیم از دیدگاه دانشمندان زمان داروین یا بعدش وارد اون مبحث نمی‌خوایم بشیم حالا به عنوان اشاره فقط می‌خوام اشاره بکنم تو کتاب الستر مگرات که جلسات پیشم اشاره بش کردم داروینیسم اند دی دیوین اشاره می‌کنه مثلا به عنوان نمونه به یک دانشمند مهندس از دانشگاه لندن به نام فیلیپ جنکینز هست به نظرم اسمش که نقد های علمی میکنه انتقاد های علمی میکنه از داروین درباره از با, با چیز درباره اینکه مدت زمان قدمت زمین اونقدر نیست که اجازه بده این تئوری تکامل داروین توش تحقق پیدا بکنه به عنوان نمونه یا اینکه این داستان ارث بردن فرزندان از پدر مادر از نظر علمی نشون داد که مشکل سازه که این تحولات ژنتیکی به بقای یک گونه جدید و تکثیر یک گونه جدید خاتمه پیدا بکنه شو بذار من دقیقا پیدا کنم پس میخوام بگم حالا نکته ای که تو گفتی این نکته خیلی مهم هستش که اسم این نویسنده فلیمینگ جنکنز فلیمینگ که مهندس بود و استاد در دانشگاه یونیورسیتی کالج لندن و خیلی هم انتقاداش نسبت به داروین داروین رو به چالش کشید حالا منظور از این نکته چیه که اینو مطرح کردیم که همینطوری که سر داستان گالیله گفتیم کسانی که بعد با گالیله مخالف بودن حتی یا با کپلر مخالف بودن خیلیاشون به خاطر فرضیه های علمی زمان خودشون با کپلر رو گالیل مخالف بودن همچنین که مسیحیایی که موافقشون بودن و این داستان دوباره واسه داروین هم می‌بینیم اتفاق میفته هیچ ربطی به دین و ایمانم نداشت مخالفت و موافقت بعضی از دانشمندان یا حتی نظریه‌های تکامل رو مثلا یکی از رقبای داروین یکی از اشخاصی که تئوری اون یه زمانی خیلی مطرح بود که گفتی تو ایران این خیلی چیز بارش میشنوند بهش می‌گیم بله لامارکیزم ادعاش چی بود برای تکامل؟ که مثلا از ذرافه به عنوان یک نمونه یاد میکرد که در گذر زمان اون گونه هایی از ذرافه ها که گردن دراستری داشتن دسترسیشون به غذا و تازه برای بقا بیشتر بوده و در نتیجه اونها تونستن بقا پیدا بکنن، ادامه پیدا بکنن، تکثیر بکنن خودشون رو نکته ای که حالا مارکزم داشت روش انگوش میشه، یعنی بکشه ها با دراز کردن گردنشون که به شاخهای بالاتر برسن همون عمل باعث شد که توی تولید مز کردن نسلهای بعدی گردناشون درازتر بشه که بله بعد بقاشون هم طولانیتر شد ولی اینی که مثلا خود موجودات زنده میتونن تاثیر داشته باشن توی تحول نسل آینده این مثلا یکی از ایده های اون زمان بود که داروین مخالف یه همچین داستانی بود تو تکاملش که خود اون موجود زنده نمیتونه با سرش رو دراز کردن گردنش رو درازتر در بکنه واسه فرزندانش تولید مثلی که اتفاق میفته به عنوان مثال داریم اینو میگیم پس نظریه های مختلف علمی بودن که احساس میکردن تکامل داروین رو داره به چالش میکشه و اون دانشمندان با دیدگاه های علمی مخالفت میکردن از طریق دیدگاه های علمی انتقادات علمی و همچنین مسیحیایی بودند که چه مسیحیای دانشمند چه مسیحی های الهیدان و چه مسیحی های کشیش و مبشر و نویسنده که موافق داروین بودند و تکامل داروین رو قبول کردند به عنوان یکی از مکانیزم های خلقت یک مکانیزم خلقت که خدا استفاده کرده ازش خیلی هم رد میکردن تکامل داروین رو که این تناقض داره با کتاب مقدس ولی همینی که من ذهنم باز شه که آقا یک سری از مسیحیای به نام درجه یکی که شهرت دارن به عنوان مسیحیای محافظه‌کار و متعهد اینها موافق داروین بودن حالا شاید خود بنده مخالف داروین باشم ولی اینکه یه همچین اشخاصی موافق داروین بودن یا تناقض و تنشی نمیدیدن بین داروین و کتاب مقدس این برای من یه نکته خیلی جالبیه که پس دید من تنها دید نیست تفسیر من تنها تفسیر نیست کسی که قبل خب از اینکه وارد نقل قولها بشیم من جان دوباره میخوام این کتاب من کسی که چشم منو باز کرد به این داستان کتاب دنیس الکساندر هست Creation or Evolution Do we have to choose خلقت یا تکامل آیا باید انتخاب بکنیم خود دنیس الکساندر من جان تو ای شاید توی سری پیش گفتیم شما این شخص رو شخصا ملاقات کردید بله من کتاب از خود ایشون گرفتم و اتفاقا بر همین علاقه من شدم به ترجمه این مقالاتی که ایشون نوشته شخصی مطرح هست در جامعه علمی بریتانیا و مؤسس مؤسسه فرادی هست در دانشگاه یک شناس درجه یک در دانشگاه کمبریج یک مسیحی خیلی متعهد بلد. و لب به کلام این داستان اینه که جمله اول کتابش خیلی قشنگه میگه همه مسیحیا ها عقیده دارن که خدا همه چیزو خلق کرده جزء دو دو تا چهار ایمان مسیح ولی اینکه خدا چطوری خلق کرده جای بحثه و میگه من به عنوان مسیح هیچ مشکلی ندارم که بگم خدا از طریق تکامل خلقت رو به وجود آورده خب توی کتاب دنیس الکساندر چشم من باز شد به این موضوع وقتی که یه فصلی داره که درباره فصل هشتم کتابش تیترش هست Evolutionary Creationism حالا درباره این بعدا صحبت خواهیم کرد خلقت تکاملگرا منم دارم ترجمه یاد میگیرم یواش یواش آفرینش باوری تکاملگرا آره بهتر از کار راست میگه خیلی خلقت گرایی تکامل گرا که صحبت رو با داروین شروع میکنه نقل قول که شما دفعه پیش کردی از داروین ولی بعد خود این فصل یه قسمت داره How did Christians receive Darwin's theory? پس مسیحی چطوری تئوری داروین رو دریافت کردن؟ حالا به خاطر اشاره هایی که دنیس الکزندر تو این کتاب میکنه بنده که اهل دنبال کردن فوتنوت و رفرنس هستم دو تا کتاب دیگه از نوشته های دینیس که بهش اشاره میکنه بنده رفتم خریدم با اجازه شما و چقدر من خودم برکت گرفتم یه کتابی که میخوام اینجا معرفی کنم و حالا بعدن هم نقل قول میکنیم کتابی به نام داروینز فورگاتن دیفندرز مدافعین فراموش شده داروین مدافعین فراموش شده داروین و بعد زیرنویسش هست the encounter between evangelical theology and evolutionary thought. روبرویی الهیات انجیلی یا بشارتی با تفکر تکامل این پس کتاب بسیار جالبیه نویسندش دیوید لیوینگستون که توی دیپارتمنت جغرافی در دانشگاه کوینز بلفست استاد ایشون و یک کتاب دیگه آه کتابی آه که ایدیت شده مارک نول هست یک تاریخدان مسیحی در آمریکا تیچ کتابش هست بی بی وارفیلد اولوشن ساینس اند سکریپچر سلیکتد تکامل علم و کتاب مقدس و این کتاب فقط به فقط نوشته های بی بی وارفیلد هست بی بی وارفیلد الهیدان مسیحی به نام در دانشگاه پرینستون و یکی از مشهورترین الهیدان های اصولگرا اصول حالا کار بهتره ولی از نظر فکری بالاخره بی... یکی از بنیادهای نهزت بنیادگرایی و محافظه ده. کاری مسیحی رو در آمریکا برمیگرده به بی بی وارفیل ولی بنیادگرای ببخشید امول و بی سواد نبوده میگم استاد الهیات دانشگاه پرینستون هست و شهرتش به تعهد به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا که توش هیچ اشتباه و غلط و اشکالی هم نیست یعنی inerancy. این این uh, چیز بدون خطا بله غیر قابل خطا بود کتاب مقدسی که کاملا بدون ناپذیر بود خطا ناپذیر الهام خداست خطا ناپذیره و تعهد بسیار عمیق به کلام خدا الهیات کالوین در دانشگاه پرینستون و خود وارفیلد حالا نقل قولاش رو میخونیم خود وارفیلد یکی از کسانیه که میگه من هیچ مشکلی نمیبینم بین تکامل و کتاب مقدس پس میخوام بگم که این دو تا کتاب منابع ما هستن و کتاب دنیس الکساندر برای این جلسه حالا شاید به خاطر پرحرفی بنده یه جلسه دیگه هم واسه این بذاریم پس میخوام بگم که برای من این خیلی چشم منو باز کرد این داستان که مسیحی ها چه بر... مسیحی های متفکر درجه یک متحد به کتاب مقدس به. چقدر از این مسیحی برخورد مثبت با تکامل داروین داشتن چه همزمان با داروین چه دهه پس بعد نه فقط از کسایی که بگیم سازشگر بودن لیبرال بودن بلد. چندان به بتا... کتاب مقدس و خطا ناپذیریش متحد نبودن آه. اونها نیستن بلد. کسایی هستن که اتفاقا تو این کمپ ایونجلیکال هم هستن بلد. بله پس من جان میخوام حالا یه سری نقل قول ها رو بکنی برامون که این افراد چی گفتن چه از کتاب دنیس الکساندر یا من نقل قول های دیگه دنیس دارم دنیس الکساندر نقل قول جالبی میکنه از کینگزلی که من قبلا توی این مقاله ای که عرض کردم خدمتون در سایت کانون فرهنگ و اندیشه مسیحی تحت همین عنوان این کتابم هست آفرینش یا تکامل آیا باید حتما یکی رو انتخاب کنیم ایشون اونجا میگن که من الان خودم نسخه یک نامه ای رو در دست داشت. ببخشید ستا... دارم من. اولا معرفی کن کینگزلی کی بوده؟ کینگزلی بله ایشون استاد تاریخ مدرن در کمبریج بود. دانشگاه کمبریج خیلی خوب. و از یک از دوستان نزدیک داروین محسوب می‌شدن که حتی یک نسخه ای از کتاب خودش رو پیش از انتشار برای این دوستش میفرسته که یه بازبینی امه. بکنه توش و بعد نظرش رو بده نامه ای که کینزلی نوشته در پاسخ آقای الکساندر بهش اشاره میکنه و نقل قولی از اون داره اونجا که میگه هرچی از اون خوندم یعنی از این کتاب تو شگفتی مرا بر ایشون یک مسیح بسیار متحد هست میگه کتاب همون منشع گونه ها منشای گونه ها بله بعد میگه که من به تدریج یاد گرفتم که باور به آفرینش اشکال ابتدایی یا گونه های ابتدایی که قادر به رشد و توسعه خود باشند یا تکثیر خود باشند به اندازه مفهوم الوهیت شکوهمند است مثل این است که خدا جای خالی را در این خلقت ایجاد کرده که با یک مداخله دائمی و تازه پر می کند اوکی می توضیح بدی؟ میگه که اولا برام خیلی جالبتر شده نگاه کردن به حیات به این خلقتی که خدا آفریده چرا که به نظرم میاد که خدای گونه های ابتدایی رو درست کرده و بعد جای خالی بسیاری هنوز باقی مونده که این خدا فقط نیومده مثل یک ساعت سازی کوکش کنه و بعد بره پی کارش بلکه مدام حضور داره و این جاهای خالی رو در خلقتش با یک خلقت پویا یا دائمی داره پر میکنه اوکی که بعد الکساندر میگه داروین انقدر خوشش اومد از تعریف و تمجید این نویسنده باید. که توی ویرایش دومی کتابش نقل قول این آقا رو گذاشته بسیار <applause> خوب پس بس به نظر میاد که خود داروین هم علاقه منده که به جامعه دیندار بفهمونه که یافته هاش نه تنها در تقابل با باورهای دینی نیست بلکه میتونه به این اگه به این شکل بهش نگاه بکنید اتفاقا بنا هم باشه نمونه دیگه ایش که آقای الکساندر اشاره میکنه به آبری مور هست ایشون هم در دانشکده سنت جان آکسفورد استاد بودند و همینطور مؤسس اون باغ یا چی بگیم آکسفورد بوتانیکال گاردنز اوکی اونجا بودن و نقل قولی که ایشون میکنن در واقع میگه داروینیزم یا این تئوری داروین کمک بسیار بزرگی بوده به کلیسا میگه در نقاب دشمن ظاهر شده اما کار یک دوست رو انجام داده چرا که اشکال افراطی الهیات طبیعی رو به یک شکلی تضعیف کرد حالا منظورش چی الهیات طبیعی اشاره کردیم تو جلسات پیشین که خدای خالق این جهان رو خلق کرده و قوانینی رو درش قرار داده و اون قوانین دارن کار خودشون رو میکنن خدامون کنار نشسته گفت همون ساعتی که کوک شده و در خود، برای خودش کار میکنه ایشون معتقده که خدا به این صورت یعنی با این نگرش داربینی یک حضور نزدیک ملموس و دائمی رو در خلقت خودش داره پس اینم یک مسیحی متحد دیگه است که باز نگاهش به داروین خیلی مثبت هست در ادامه نقل قول ایشون رو به صورت مستقیم داریم اینجا میگه که این خدا its creative activity is present everywhere این قدرت خلاقه خدا در همه جا حضور فعال داره و خدا میگه خدا کار خلاق خودش رو تقسیم نمیکنه یه قسمتشو من انجام میدم یه قسمتشو خلقت انجام طبیعت بده، انجام طبیعت بده. انجام بده آه. بلکه در نگرش مسیحی اون چیزی که خدا مستقیما و یا از طریق طبیعتم انجام بده باز هم کار خل... خلاقانه خداه. آره، یعنی اینجا میگه قشنگ میگه گف... یه جمله آخرش خیلی قشنگه میگه گف... for the christian theologian the facts of nature are the acts of god برای یک الهیدان مسیحی چی؟ حقایق طبیعی. طبیعت اعمال خداست خدا داره از طریق این قوانین طبیعت کار خودش و هدف خودش رو در خلقت جلو میبره در طبیعت جلو میبره تقسیمی نیست که این کار خداست این کار طبیعته تو کتاب مقدس هم ما اصلا کلمه طبیعت نداریم که این بله. طبیعته همه چیز در دست های خداست در زیر مشیت الهی اراده خدا داره انجام میشه تو یه نکته اشاره کردی اینجا دوباره خوب اون کلمه کلمه خیلی کلیدی رو مطرح کنیم البته خود داروین هم بیشتر تو اون فاز بودش خودش ولی الهیداری میگیم که الهی مسیحی صحبت های داروین رو خیلی راحت میتونستن تطبیق بدن با الهیت مسیح ولی برخورد این الهیدان ها چرا اینقدر مثبت با داستان تکامل داروین به خاطر اینکه یکی از دید های بزرگ کلیسا تو قرن 19 در انگلیس دیزم دیزم هست اشاره کردی دیزم آره خدایی هست خلق کرده دیگه ساعت رو کوک کرده ساعت خودش داره میچرخه خدا کاری نداره با چیزی این ال... حالا شاید میگم خود داروین هم بیشتر با این دیدگاه شاید خدا رو بله. آ... به خدا باور داشت در قسمت بزرگ زندگیش ولی صحبت این الهیدانه اینه که نه 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 دقیقا و این یه جمله که قشنگ ترجمه کردی خیلی جالب بود این نویسنده که میگه به ظاهر دشمن ولی در واقع کار دوست انجام. انجام میده بله. که نه تنها تئوری تکامل خدا رو از صحنه نمیبره بلکه خیلی میبینیم که خدایی نیست که همه چیز آفریده ول کرده رفته به کار خودش نه خداییه که اعمالش و حرکتش رو داریم در این شکوفایی تنوع و کسرت حیات مشاهده میکنیم در واقع restoring a proper Christian doctrine of این آموزه خلقت رو به یک شکل عالی احیا میکنه <تصفح> چرا که دیگه خدا فقط یک خدای متعال و غیر قابل دسترس نیست به قول بردر مهداد فرا نیست بلکه اومده در خلقتش هم به حضور فعال داره آره. آره. این خیلی پس جالبه این, این دیدگاه نسبت به الهیدانه مسیحی نسبت به تکامل داروین خب بقیه نمونه هایی هم که مثال میزنه باز به همین شکل هستن دوستانی که ام میمانداران متحد بودن دانشمندان که باز استقبال میکنن از آسا گری مثال میزنه که ایشون استاد دانش تی گی تاریخ طبیعی در هاروارد بودن ایشون کسی بود که راه رو برای انتشار کتاب داروین در آمریکا باز کرد آره من سوجان به خاطر محدودیت وقتمون تو این جلسه و حرافی بنده تو قسمت اول ما باید این جلسه رو ادامه بدیم توی قسمت دیگه من این صحبت ایسا گری و وارفیلد رو میخوام بذاریم برای جلسه آینده که واردش بشیم okay. ولی خود مثلا الکساندر اشاره میکنه به یه شخص دیگه توی اسکاتلند یه مبشر اسکاتلندی حالا از دانشمندا میایم بیرون یه دقیقه به نام هنری درامند که این آقا من آشنایی با این شخص ندارم با کاراش و نوشته ایشون یک مبشر مسیحی بود و از رفقای دیل مودی یعنی مودی که دیگه آخر خط مسیحیت بشارتی انجیلی متعهد به کتاب مقدس بایبل سکول مودی هم که هنوز هم که هنوز توی شیکاگو هست و خیلی هم شهرت به نامی داره در مسیح... جامعه مسیحی انجیلی این آقا همکار مودی مبشر مسیح اسکاتلندی میگه که از نقل قولش رو ترجمه کردی؟ میگه که ایشون تئوری داروین رو اه، در اه، اون دفاعیاتی که استفاده میکرد در بشارتش دفاعیت مسیح استفاده, استفاده نه <تصفح> 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 این خیلی جالب بود نه تنها تضاد این آقا نمیبینه با تکامل داروین بلکه تا... معیده بلکه این, این دفاعات جزو دفاعیات مسیحی این آقا میشه و بعد اینجا میگه، حالا یه کوتیشن داره از ایشون، الکساندر میگه که عقیده داشت هنری دراموند که Natural Selection، انتخاب طبیعی میگه Was a real and beautiful acquisition to natural theology نمیرونم اینو حالا با به فارسی دقیقا چی بگیم، ولی میگه یک بودیه که زیباست و اضافه کرده به اون الهیات طبیعت میگم الهیات طبیعت، اشاره به اینه که طبیعت نشون دهنده خالق و طراح و فکری هست ولی اون خالق و طراح و فکری که تو طبیعت بود خیلی ها که در آخر یک خدای دوردسته تر کرده خلق کرده گذاشته رفته دیگه ولی این میگه نه خیلی هم یک بینش جدیدی و زیبایی به اون الهیات طبیعت این داستان تکامل داروین و انتخاب طبیعیش اضافه کرده و و این که یک این مبشر اسکاتلندی برای بشارت و دفاع از ایمان مسیح استفاده میکنه از صحبت های داروین حالا در جلسه آینده میخوایم وارد صحبت یک سری الهیدان ها و دانشمندای درجه یک بشیم ایسا گری یک دانشمند هست وارفیلد جان بله. مکاش که هم الکزندر نقل قول داره هم توی کتاب داروینز ازش نقل قول است پس میخوایم و رایت آها پس میخوایم که این صحبت رو ادامه بدیم من به نظر من این صحبت خیلی مهمیه و نمیخوام هم یک طرفه صحبت کنیم کسانی هم که حتی مسیحی های درجه یک و متعهد به کتاب مقدس و ولی متفکر دانشمند الهیدان مثل چارلز هاج چارلز هاج نقل قول خیلی سنگینی داره که میگه داروینیزم یعنی بی خدایی الهاد داروینیزم is atheism پس هم بنجامین وارفیلد یه وزن سنگین دفاع میکنه از داروین هم چارلز هاج یه وزن سنگین استاد پرینستون مخالفت میکنه ولی تو جلسه بعد باز میکنی مخالفت هاج سر چیه و اونایی هم که مخالفن دارن انگوش رو چه نقطه ای میذارن و مخالفتشون سر چه موضوعی هست پس این رو جای داره که ما یه جلسه دیگه برای این وقت بذاریم وقتمون دیگه تو این جلسه تموم شدش دیگه مرسی که با من همکاری کردی تو خیلی ممنونیم از بینندگانی که تا این لحظه با ما بودن و دعوت میکنیم در برنامه دیگه در ادامه این بحث با ما باشید تا اون موقع شما رو به خدا میسپاریم خدا نگهدار